دانسته شدن حمله های انتحاری از سوی عالمان دین مصری و افغان. نگرانی صلیب سرخ از دشواری ها در برابر صلح در کشور. هشدار اتحادیه اروپا از افزایش تولید تریاک در افغانستان. جان باختن 70 تن در انفجار یک کارخانه در تگزاس. و انتقاد وزیر فواید عامه از کندکاری وزارت مالیه. سلام، با مشروع خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 29 ماه حمل سال 1392 هجری خورشیدی و 18 ماه اپریل سال 2013 میلادی است. کانون علمی و پژوهشی اسلامی افغانستان همراه با شمار از عالمان مصری حمله های انتحاری و کشتن افراد بیگناه را کاملا حرام می دانند و تأکید می ورزند که چنین اعمال از سوی بسیاری از عالمان جهان اسلام حرام دانسته شده است. کانون علمی و پژوهشی اسلامی افغانستان می افزاید که نباید از آموزه های دینی برداشت نادرست شود. این عالمان در نشست در کابل نقش علمای دین را در تامین امنیت در کشور بسیار مهم می دانند. میلاد سکندری گزارش می دهد. در نشست کانون علمی و پژوهشی اسلامی افغانستان شمار از عالمان دین از مصر و افغانستان در کابل شرکت کرده بودند. این عالمان دین بر حرام بودن حمله های انتحاری تاکید می ورزند. یکی از علمای بسیار بزرگ مصری در کویت جناب ولی صاحب شاهد است که مطرح کرد، نام شخصیت ها را گرفت و گفت من نمیدانم که یا چی خواندین، در کدام مرحله یا در کدام درجه از علمیت قرار دارین که به خود حق میدن که فتوا بدن که کشتن مسلمان حلال است، استشهاد حلال است، ای حلال است، ای حلال است. چی خواندین؟ یا بریز یا ببرسی سوال بکنین کدام مدرسه را خواندن، کدام جامعه را خواندن. اسوی هم این عالمان دین نقش علما را در تامین امنیت در کشور بسیار مهم می دانند. من به خود و به شما می گویم که اگر علما صالح و نیک باشند جامعه هم نیک خواهد بود. گفته های علما باید همیشه حق باشد و نباید سخن هایی بگویند که در میان مردم اختلاف را به بار آورد. رئیس کانون علمی و پژوهشی اسلامی افغانستان میگوید در حالی که مخالفان مصالح دولت برای گفتگوهای صلح آماده نیستند، شورای عالی صلح برای تامین صلح در کشور باید از شیوه های دیگر کار بگیرد. فعلا در کشور ما رسیدن به صلح یک شعار است، یک عملیه است. منتها رسیدن به صلح از خود راه داره، روش داره. ما راه را گم کردیم، روش را گم کردیم. بیایم از علما بشنویم که آقا مولوی صاحب رسیدن به صلح کدام راه را ما باید بپیماییم تا اینکه ما به صلح برسیم. پیش از این حمله های انتحاری، حسای بسیاری از عالمان جهان اسلام به ویژه مفتی اعظم عربستان سعودی حرام دانسته شده است. از سوی دیگر کمیته جهانی صلیب سرخ در یافت راه حل صلح‌آمیز را برای افغانستان دشوار می‌داند و از همین رو سخت نگران است. این کمیته از افزایش ناامنی‌ها و خطرهای جانی در برابر کارمندان بهداشت هشدار می‌دهد و رسانیدن کمک‌های بشری را به نیازمندان یک ضرورت می‌داند. کمیته جهانی صلیب سرخ از تمامی گروه‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد تا غیر نظامیان و کارمندان بهداشت را با خطر روبرو نسازند و نیز مانع کمک‌های بشری به نیازمندان نشوند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. کمیته جهانی صلیب سرخ از چگونگی مسئولیت کارمندان بهداشتی و کمک رسانی در افغانستان سخت ابراز نگرانی می کند. رئیس این کمیته در افغانستان می گوید که آغاز فصل بهار و افزایش جنگ و گروه های مسلح در افغانستان دسترسی مردم را به خدمات بهداشتی و کمک های بشری با دشواری های زیادی روبرو ساخته است. اما این کمیته درباره راه حل سیاسی چی دیدگاهی دارد؟ امیدوار هستیم که یک راه حل سیاسی بتواند جنگ افغانستان را پایان بخشد. اما نگرانی ما این است که پیدا کردن یک راه حل صلح آمیز به افغانستان یک چالش است. این کمیته از تمامی گروه های درگیر جنگ می خواهد که به غیر نظامیان و کارمندان بهداشتی و کمک رسان آسیب نرسانند.
ما با تمام طرف های درگیر جنگ در افغانستان به تماس هستیم و از آنان می خواهیم که باید به ماموریت های صحی و کمک های بشری احترام بگذارند. در برخی از بخش ها ما با مخالفان مسلح که گفتگو کردیم خیلی مثبت بود و آنان به ما دوباره اطمینان دادند که از فعالیت های بشری در صورتی که بی‌طرفانه و مستقل باشد حمایت می کنند. رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که اگر حمله بر کارمندان صحی ادامه یابد و جان این کارمندان در خطر باشد، نیازی به فرستادن این کارمندان به بخش‌های ناامن نخواهد بود. با این همه کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که افغانستان نیاز جدی به کمک دارد و از جامعه جهانی میخواهد تا افغانستان را نه تنها تا سال 2014 میلادی بل برای سالهای بعد از آن به گونه جدی کمک کنند. در همین حال این نهاد میگوید که همانند همیشه از تمامی زندانها و توقیفگاهها، به ویژه زندانها و توقیفگاههایی که هنوز هم زیر اداره برخی خارجیان هستند، نظارت خواهد کرد. اتحادیه اروپا از افزایش چشمگیر کشت کوکنار در افغانستان هشدار می‌دهد. معاون رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش این پدیده می‌گوید که 90% هروئین که در اروپا به مصرف می‌رسد در افغانستان تولید می‌شود. این اتحادیه یکی از علت‌های اصلی افزایش کشت کوکنار را در افغانستان برخواسته از ناامنی‌ها می‌داند و می‌گوید که تا هنگامی که امنیت در افغانستان تأمین نگردد این پدیده نابود نخواهد شد. اما وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که بیشتر مواد مخدر در بیرون از افغانستان تولید می‌شود. صالح سادات گزارش می‌دهد. نابودسازی کشت کوکنار و کاهش در تولید مواد مخدر در کشور از مهمترین برنامه های جامعه جهانی و حکومت افغانستان در 11 سال گذشته گفته می شوند. اما با وجود این برنامه ها افغانستان در تولید مواد مخدر در جهان ریکورددار است. پس از پخش گزارش سازمان ملل متحد درباره افزایش کشت کوکنار در افغانستان، این بار اتحادیه اروپا از افزایش این پدیده هشدار می دهد. این اتحادیه افزایش کشت کوکنار را در 3 سال گذشته در افغانستان بسیار تکان دهنده می داند. بار دیگر تکرار می کنم که هرچند هیروین در افغانستان تولید نمی شود، اما جای اصلی کشت کوکنار افغانستان است و تریاک از این کشور به کشورهای دیگر سرازیر می شود تا به هیروین مبدل شود. این مهم است تا ریشه های این پدیده نابود گردد، یعنی جلوی کشت آن گرفته شود تا به اروپا انتقال دادن نشود. اطلاعات و ارقام معتبری داریم که نشان می دهند بیشتر کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود. این یک تجارت غیر قانونی است. اما وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که بر بنیاد بررسی های این وزارت امسال تنها در بخش های ناامن کشور کوکنار کش شده است و کشت کوکنار نظر به سالهای گذشته کاهش یافته است. سروی که در سال 2012 انجام شد کشت در ولایت هلمند به حدود 75,000 هکتار بود. خود از این کاهش نظر به سال 2007 و 2008 تا 2012 نشان میده. این گفته ها در حال ابراز می شوند که پس از نیمه های ماه حمل، هوای بسیاری از بخش های کشور برای نیشتر زدن کوکنار مساعد می شود. از همین رو بسیاری از جوانان برای نیشتر زدن کوکنار برای به دست آوردن پول به آن بخش های از کشور می روند که در آنجا کوکنار کش شده است. ولایت هلمند بزرگترین تولید کننده مواد مخدر شناخته می شود. گفته می شود که در حال حاضر نیشتر زدن کوکنار در کشور به شغل پردرآمد مبدل شده است. 17 دانش آموز و دختر در لیسه دخترانه بی بی هاجره در شهر طالقان مرکز ولایت تخار مسموم شدند. این دانش آموزان در حال حاضر در شفاخانه ولایت تخار بستری هستند. رئیس صحت عامه ولایت تخار با تایید این رویداد میگوید که تاکنون علت مسموم شدن این دانش آموزان روشن نیست و بررسی ها در این باره آغاز شدند. پلیس تخار هم از آغاز بررسی ها در این باره سخن گفته است. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. اینجا شفاخانه شهر طالقان مرکز ولایت تخار است و 17 دانش آموز دختر که مسموم شدند در این شفاخانه بستری هستند. مسئولان شفاخانه تخار سر و صدا، بی‌تابی و بیهوشی این دختران را نشانه های مسمومیت آنان می دانند. یک تعداد کسا در حالت بیهوشی قرار دارند، یک تعداد کسا چشمش لاسته ولی وای وای میگه دلم میگه یا سر میگه یا دلم میگه.
رئیس ساعت عامه ولایت تخار میگوید که انگیزه این مسمومیت پس از بررسی‌های آزمایشگاهی روشن خواهد شد. وضعیتشان خوب نیست، تحت کنترل است، دوایی که لازم ایجاد میکنه برسان تدبیر شده را ایستن. دیگه حالت روانی هم میتونن این حالت ایجاد بکنه، ولی میتونن حالت تصمیم هر دو حالت میتونن این حالت ایجاد بکنه. ماردیش در صدد بررسی استیم که کدام یکی ادیاس احبوش. پلیس تخار نیز بررسی ها را در این باره آغاز کرده است. اما پلیس تخار هر گونه ابراز نظر را در این باره که چه کسانی در این رویداد دست داشتن پیش از وقت میداند. شماری از نزدیکان این دانش آموزان درباره این رویداد میگویند. چهار دفعه است، پنج دفعه است که طفلای ما، طفل ما، خواهرای ما، همشیرای ما به شمول بسته مکتب بیاجیره. کلی از این مسمون میشه. اون مسمون شدگی دستگیر میشه و او را دستگیر کردن، پول چرخی بندی شد بر یک ماه. بعد از یک ماه او را اعلام کردن، گرفتن آوردن، پس به خانه خود. این دومین سال است که دانش آموزان لیسه دخترانه بی بی هاجره مسموم می شوند. پارسال نیز ده ها دانش آموز دختر در چند مکتب در ولایت تخار از جمله در همین لیسه مسموم شدند و نیروهای امنیتی 11 تن را در پیوند با رویدادهای سال گذشته بازداشت کردند. پرگاه انتخابات آینده ریاست جمهوری بر بنیاد پیشنویس کنونی قانون انتخابات برگزار شود، شفاف، عادلانه و همشمول نخواهد بود. شمار از نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و ائتلاف ملی این پیشنویس را پر از مشکل و نارسایی می دانند و از نمایندگان مجلس می خواهند تا در تصویب آن از دقت کامل کار گیرند. جاوید استانگزایی گزارش می دهد. در حالی که کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور مانده است، اما نگرانی های احزاب، نهادهای مدنی از همین اکنون بالا گرفتند و از پیشنویس قانون انتخابات که در حال حاضر برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است سخت انتقاد می کنند. چرا دیگرها یک حوزه داشته باشند، ولایت یا ولایت کوچکتر، جمعی از وطندارای ما، هموطنان ما به نام کوچک کل افغانستان سایه از اینا باشه. این در تقابل و تضاد با قانون اساسی قرار دارد. بر اساس پیشنویس موجود اگر انتخابات برگزار شود و اصلاحاتی در این پیشنویس صورت نگیره، دیگه انتظار نباید داشته باشیم که انتخابات به معنای اون چیزی که در نظام‌های دموکراسی رایج هست در افغانستان تأمین شود. در این میان برخی از نمایندگان احزاب بر نقش احزاب در انتخابات بیشتر تاکید می‌ورزند. هرگاه در قوانین کنونی بر احزاب جایگاه شابخ داده نشود، دور از امکان نیست که این حالت منجر به تقویه مخالفین مسلح شود. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این باره چنین دیدگاهی دارد. درست است که در محل شمار کردن از این میتانم یک کار خوب است، اما ما به فکر از این باشیم که انتقال نتایج از محل تا کابل در شرایطی که ما داریم، در امکاناتی را که ما استفاده میکنیم برای انتقال نتایج، ای هم جنجالای را به بار میاره. با این همه گفته میشود که در پیشنویس قانون انتخابات فاصله بین نظریات و دیدگاه های حکومت و احزاب سیاسی، نهادهای مدنی بسیار زیاد وجود دارد. نمایندگان احزاب به این باور هستند که حکومت میکشد. بر بنیاد این پیشنویس حکومت آینده نیز بدون سهم احزاب روی کار آید. ادامه خبرها. مقام‌های آمریکایی از احتمال جان باختن بیش از 70 تن در یک انفجار در این کشور خبر می‌دهند. این مقام‌ها می‌گویند که این انفجار در یک کارخانه تولید کود کیمیایی در ایالت تگزاس رخ داد و در نتیجه آن بیش از 150 تن دیگر زخم برداشتند. اما مقام‌های محلی تگزاس مرگ بیش از 20 تن و زخمی شدن بیش از 160 تن دیگر را رسماً تایید کردند. تاکنون روشن نیست که این رویداد یک عمل هراس افغانانه بوده است یا نه. تنها دو روز پس از انفجارهای مرگبار شهر بوستون، انفجاری نیرومند ایالت تگزاس امریکا را تکان داد. به گفته مقام‌های امریکایی، یک کارخانه بزرگ تولید کود کیمیایی در شهر واکو در ایالت جنوبی تگزاس آتش گرفت و به شدت این آتش سوزی گسترش یافت. تصویرهای هوایی از محل رویداد نشان دهنده نابودی کامل نزدیک به 50 ساختمان در این رویداد هستند.
من اندک پیش با فرمانده مسئول عملیات نجات در محل رویداد گفتگو کردم و از یک ویرانی بسیار بزرگ سخن گفت. نیروهای نجات هنوز هم به تلاشهایشان ادامه میدهند. من تایید کردم میتونم که انفجار تلفات بر جا گذاشته است، اما این تلفات با گذشت زمان افزایش خواهند یافت. شماری از شاهدان این رویداد را همانند انفجار یک بم هسته‌ای می‌دانند که شعله آن بیشتر از 30 متر بلند بود و در فاصله 70 کیلومتری نیز خانه‌ها را تکان داد. ما در خانه بودیم، تکانی را احساس کردیم. هنگامی که بیرون شدم، ابر بزرگی از دود را در حال بلند شدن دیدم. فرار آغاز شد. من به یک سو رفتم و همسرم به سوی دیگری. در هر بخش منطقه ما ویرانی ها دیده می شد. همه تلاش داشتند تا خودشان را به جاهای مسئول برسانند. گفته می شود بیش از 700 تن مشغول عملیات نجات در محل رویداد هستند. در همین حال مقام های بهداشتی وضعیت ده ها زخمی این انفجار را بحرانی می دانند. همچنین گزارش کوتاه دیگر از جهان. دادگاه عالی پاکستان حکم بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرد. قاضی دادگاه عالی پاکستان با رد درخواست پرویز مشرف برای تمدید دوره آزادی موقتش در برابر سپردن وثیقه دستور داد که وی بی‌درنگ بازداشت شود. اما پرویز مشرف با سرعت اتاق دادگاه را ترک کرد و با کمک نگهبانان شخصیش با یک موتر زریدار فرار نمود. مشرف متهم است که در هنگام ریاست جمهوریش در سال 2007 میلادی به گونه غیر قانونی حکم بازداشت خانگی قاضیان را صادر کرده بود. این جنرال نظامی پاکستان حکم بازداشت خودش را از سوی دادگاه عالی پاکستان یک عمل انتقام جویانه می داند. کوریای شمالی آغاز گفتگوها را با ایالات متحده آمریکا مشروط به الغای تحریم‌ها در برابر این کشور می‌داند. کوریای شمالی می‌گوید که برداشتن تحریم‌های وضع شده سازمان ملل متحد بر این کشور و نیز دور کردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای آمریکا از شبه جزیره کوریا زمینه را برای برقراری صلح در این بخش فراهم خواهد ساخت. اسرائیل آماده است تا جلو دستیابی هراس افغانان را به جنگ افزارهای کیمیایی سوریه بگیرد. نخست وزیر اسرائیل با تاکید این مطلب میگوید که اگر این جنگ افزارها به دست هراس افغانان بیفتند، این کار پیامدهای ناگواری را خواهد داشت. اسرائیل از گسترش فعالیت‌های گروه‌های هراس افغان در سوریه به شدت نگران است. با این هم چند خبر اقتصادی. با گذشت در حدود 4 ماه از سال جاری مالی، وزارت فواید عامه هیچ برنامه‌ای را برای تمویل پروژه‌ها و سرگیری کارهای شمار از پروژه‌هایی که از بودجه توسعه این وزارت تمویل می‌شوند آغاز نکرده است. وزارت فواید عامه با انتقاد سخت از وزارت مالیه می‌گوید که وزارت مالیه برخلاف ماده 17 قانون تدارکات و حکم رئیس جمهور به وزارت فواید عامه بودجه توسعه‌ای برای پروژه‌ها نمی‌دهد و از همین رو این وزارت در حدود 4 ماه اخیر هیچ برنامه ای را آغاز نکرده است. در همین حال وزارت مالیه میگوید در پرداخت هزینه پروژه ها به وزارت ها همواره مطابق قانون تدارکات کشور عمل کرده است. ذبیح الله جهان مل گزارش میدهد. وزیر فواید عامه میگوید که بر بنیاد ماده 17 قانون تدارکات، شرکت هایی که پروژه های جاده سازی را میگیرند باید از سوی این وزارت بررسی فنی شوند و پروژه ها به شرکت هایی که ظرفیت بلند کاری دارند داده شود. و به گفته وزیر فواید عامه در این بخش حکم رئیس جمهور و فیصله شورای وزیران نیز وجود دارد. اما به باور وزیر فواید عامه، وزارت مالیه برخلاف این مواد و احکام میخواهد قراردادها به شرکت هایی که پایین ترین نرخ را میدهند داده شود، که این کار سبب شده است که بسیاری از پروژه ها با مشکلات روبرو شوند. من یک رو به سال تیر شدم، یک پروژه ما 2% پلان مالی که من 25% تدبیر میکنم 2% پلان مالی که تدبیر کردیم و فرداد پارلمان افغانستان من مجبور ازم جواب بگویم و من اسناد دارم، اوراق دارم، مکاتیب دارم. 3 دفعه دارنشای شورای وزیران هدایت داده که مطابق این فیصله شما کار بکنید. متاسفانه باز در مقابل زمانوانی خلق شده. امروز هم دیروز ما مکتوب بسیار سریع در هفته گذشته برای وزیر مالیات دادن دور نشته که داریم که بقیه ما اینمی قانون همیره حکم میکنه باید مواد قانونی تطبیق شود. برای ما گفتم برای جواب میتونم برای شما شروع کنیم. باز امروز مکتوبش آمده، باز با کلمات بازی کرده، باز با الفاظ بازی کرده.
مرا مجبور ساخت که امروز در مطبوعات باید مسئله ایم بکشم. هر هغه وزارت چې خپل د روزه ترلاسه کولو لپاره مالی وزارت راځي او د تدارکاتي قانون په مطابقت باندې وي، مالی وزارت هېڅکله هغې ته خل نه جوړوي او دغه ادعا مکملا بې اساسه ده. دوی د یو شرکت مونږ ته وښيي، یا یو هغه قرارداد کوونکی د مونږ ته وښيي، یا یو هغه پروژه ته وښيي چې دوی دې تطبیق کړی وي او مونږ ته دې خپل هغه اسناد را وړی وي او مونږ د هغې پیسې نه اجرا کړي. نو دوی د ظرفیت د نشت او یا هم د دوی د کارونو د نه تطبیق پړه د مالی وزارت لپاره توجه از سوی وزارت فواید عامه هشدار می‌دهد که اگر به این مشکل رسیدگی جدی نشود، توضیحات بیشتر از مشکل افزایی وزارت مالیه در کارهای وزارت فواید عامه را به رسانه‌ها افشا خواهند کرد. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. شورای جهانی کرکت 422 هزار دلار به افغانستان کمک می کند. مقام های شورا می گن که این پول به کرکت برد افغانستان داده می شود، زیرا اهدافی که برای پیشرفت کرکت در افغانستان به این برد تعیین شده بود به خوبی انجام شدند. این کمک در نشست شورای جهانی کرکت که در دبی برگزار شد اعلام گردید. تیم فوتبال پیشکسوتان افغانستان در برابر پیشکسوتان روسیه شکست خورد. در این دیدار که امروز در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار شد، افغانستان 1-0 در برابر مهمانش تن به شکست داد. هدف از برگزاری این دارها ایجاد روابط دوستانه میان ورزشکاران افغانستان و روسیه گفته شده است. با آنکه پیشکسوتان فوتبال افغانستان مغلوب پیشکسوتان روسیه شدند، اما فدراسیون فوتبال افغانستان برگزاری این دیدارهای دوستانه فوتبال را در تحکیم روابط ورزشی و فرهنگی میان افغانستان و روسیه سودمند می‌داند. این نخستین گام بزرگ ما است که به خاطر روابط دوستانه میان افغانستان و روسیه گذاشتیم. در آینده مسابقات ما بیشتر خواهد شد و این در روابط سیاسی، فرهنگی و ورزشی ما بسیار کمک میکنه. سپورت است که روابط نیک و دوستی و برادری را به هم میرسانه. ما با تمام کشورهایی که میخواهند بازی دوستانه بین پیشکسوتا داشته باشد. قرار است بازی برگشت این دو تیم در روسیه برگزار شود. گفته می شود سربازان و افسران روسیه که در گذشته ها در افغانستان وظایف نظامی داشتند، مشمول تیم فوتبال پیشکسوتان روسیه هستند. دومین دور رقابت‌های قهرمانی کرکت در مکتب شماره یک خوشحالخان آغاز شدند. در نخستین روز رقابت‌ها مکتب خوشحالخان شماره یک در برابر مکتب خوشحالخان شماره دو به برتری دست یافت. هدف از برگزاری این رقابت‌ها تشویق دانش آموزان مکتب‌های سرحدی شهر کابل به ورزش و دوری آنان از مواد مخدر گفته شده است. در این دیدار بازی را نخست خوشحالخان نمره دو آغاز کرد و در ده آور 91 دوش را برای خوشحالخان نمره یک هدف تعیین کرد. خوشحالخان نمره یک هدف تعیین شده را انجام داد و پیروز شد. جوانایی که در مکاتب سرحدی درس می‌خوانند، ورزش دانسته بیشتر روحی صمیمی و رفاقت در وجودشان ایجاد بکنه. این رقابت‌ها با حضور 4 تیم از سوی اتحادیه ملی ورزشکاران برگزار شدند و 3 روز ادامه خواهند داشت. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل هوا نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. مزار شریف هوا نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 14. کندهار هوا نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. جلال آباد هوا نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 8. هرات هوا نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. این بود خبرهای این ساعت. از اینکه همراه من بودید تشکر. موفق باشید.